بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان اصفهان، ما در شهرستان شهرضا هستیم، فاصله حدوداً 5 کیلومتر گرفتیم به سمت شیراز، رسیدیم به شهری به اسم منظریه که تشکیل شده از چند روستا و محله و میشه گفتش یکی از شهرهای زیبای شهرستان شهرضا هستش. یکی از ویژگی های مهم شهرستان شهرضا و همینطور شهر منظریه در واقع پخت شیره انگور و شیره خرما هستش که کارگاه های زیادی رو اینجا میتونیم ببینیم که کار شیره پزی رو دارن انجام میدن و جزء کارهایی هستش که در طول سال انجام میشه. و ما به هر حال در جاهایی از کل کشورمون، حالا فضاهایی که به خصوص جنوب کشورمون در استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان بخشش، شاید بتونیم به وفور درخت یا نخل خرما رو ببینیم و همطور برداشت این خرما. خرما به 3 دسته تقسیم میشه. خب درجه یکش که به نامهای مضافتی یا چیزهای دیگه به هر حال وارد بازار میشه، درجه 2 همینطور، ولی درجه 3 که قابل استفاده روزانه نیست و در سبد کالای روز قرار نمیگیره، قاعدتا برای شیره پزی به کارگاه شیره پزی آورده میشه و در اینجا طی عملیاتی که انجام میشه شیره و شیره خرما پخته میشه و اون با بازار عرضه میشه. خیلی برام جالب بود که شهر منظریه که در استان اصفهان هست و هوای نسبتاً معتدلی داره و کوهستانی و درخت خرما که اصلا اینجا حالا ثمری نداره، ولی کارگاه های شیرپزی خرما هست و دارن مردم در طول سال ازش استفاده میکنن و به کل ایران هم صادر میشه. ما استان همدان، در واقع ملایر و روستای مانیزان رو به شیره انگور میشناسیم که شیره انگور اونجا پخته میشه و من شنیدم که شیره خرما هم در استان همدان باز پخته میشه. در این بخش هم میخوایم به معرفی این ظرفیت بپردازیم، هم به ظرفیت های دیگه از شهر منظریه. همراهی ما رو از دست ندین و همسفر ما باش. سلام به بینندگان برنامه همسفر. علی سلیمانی زاده هستم، رئیس شورای شهر منظریه شهرستان شهرضا. منظریه بالغ بر 10500 جمعیت داره، از 7 محله تشکیل شده. 7 روستا به اسم وصف، امرآباد، بابوکان، خسرآباد، اسفه سالار، محله قشقایی. سال 80 تأسیس شهرداری گذاشتن، برای شهرداری رو اندازه شد. الان این 7 محله به نام شهر منظریه هست. شغل مردم چیه؟ شغل مردم در زمینه کشاورزی، دامداری و حدود 30% هم در کار شیره انگور و تولید شیره انگور و شیره خرما. خب شیره خرما رو چجوری تهیه میکنن اینجا؟ شیره خرما از کل شهرهای ایران که نخل خرما دارن، خرمای درجه 3 شون میاد تو همدان و منظریه. منظریه حدود 50 تا کارگاه سنتی داره، 4 تا کارگاه صنعتی. در طول سال شیره خرما تولید میشه و در طول 3 ماه، شهریور و مهر و آبان، شیره انگور هم در کنار چند تا کارگاه هست تولید میشه. مراحل تولید شیره خرما رو توضیح میدین چیکار میکنه؟ شیره خرما با ظرف گونی یا پلاستیک میاد اینجا انبار میشه، به مرور به روز اینا میرفته میشه تو یه مخزن، ما میگم حوض، شسته میشه، از اونجا برمیگرده میاد تو پتیل،
با آب گرم 24 ساعت تو پاتیل میمونه تا این شیرش در بیاد جا بیفته. بعد از 24 ساعت اینا رو همه را توسط کارگر میزنیم داخل گونی، میزنیم زیر فشار تنگ، آبش میاد توی مخزنی، آب دو مرتبه برمیگرده تو پاتیل پخته میشه، بعدا برمیگرده توی مخزن پلاستیکی یا استیلی، از اونجا باز داخل ظرف میریزیم و بسته‌بندی میکنیم و میفروشیم. چند ساله که شیره‌پزی توی منظریه رایج شده؟ 50 سال است که الان تو منظریه شیره‌پزی هست. درسته. بله. و اینکه صنایع دستیتون اینجا چی هست؟ صنایع دستی یه سری قالیایی است که خانم‌ها تو خانه می‌بافند، قالی دستیه، یه سری میناکاریه، یه سری منجاق دوزیه، این چیزاست که کار زنان. کار مردونه به غیر از همین دامداری یا کشاورزی یا شیره‌پزی یا اینا، کار دستی چیزی دیگه اینجا منظریه نداره. محصولات باغ کشاورزی چی هست؟ باغ کشاورزی انار اینجا خوب میشه، داریم بادام، داریم انگور، داریم سیب، داریم به، داریم این چیزا را محصولات کشاورزی مونه. بله، محصولات کشاورزیتون اینا هستش. بله. و تو حوزه صنایع دستی میناکاری هم من دیدم کار میکنن. بله، خانم ها میناکاری کار میکنن. بله. به نام خدا. با سلام به بینندگان برنامه همسفر، حکیمه شکیب هستم، مربی آموزشی میناکاری در شهر منظریه. چند ساله که خودتون حرفه میناکاری رو دارین انجام میدین؟ من 7 ساله دارم کار میناکاری رو انجام میدم. و چی شد که میناکاری به عنوان یک هنر انتخاب کردین؟ کلن کار هنری رو دوست داشتم، به خاطر همین رفتم سراغ کار میناکاری. علاقه شدیدی به این کار داشتم چون یه بازار کار خوبی داشت و هم میتونستم برای چند نفر کار جور کنم، مثلا براشون بازار کار خوبی داشته باشه که بتونم چند نفر دیگرم بیارم تو این کار، رفتم سراغ این کار. چقدر طول کشید تا یاد گرفتین؟ من کلن کار کردنم 1 سال طول کشید. از همون اولش هم که داشتم آموزش میدیدم هم کار میکردم هم به بچه ها کار میدادم. در مورد هنر میناکاری یکم توضیح برام بدین، چه هنری هستش و به چه شکلی این کار انجام میشه، و یه توضیح هم بدین در مورد اینکه همه نقش‌ها یه جوره، یه طرحه، یا اینکه فرق دارن. نه، کلن کار میناکاری کار روم فلزه، یعنی این کار یه ورق مسه که ورق صاف و ساده است که میره تو کوره، قلم خورده میشه، چکش خورده میشه، بعد از اینکه چکش میخوره میاد کار لعاب سفید خورده میشه. طرحهای مختلف داره، مثلا یه طرحی میاد صاف، کاملا صاف، یه طرحی چکشای ریز خورده، یه کاری چکشای درشت خورده، بستگی به سلیقه داره، طرح داره، طرحهای مختلف داره. بعد اینکه لعاب میخوره میاد دست ما که روش نقاشی میکنیم، بعد نقاشی کار میره کوره، باز کوره میشه که قبل کوره کارا کدره، میره کوره، لعاب خورده میشه و شفاف میشه و میاد تو بازار. درسته. طرحهایی که من الان دارم میبینم طرحهای بشقاب هست و حالا
گلدون و قندون یا شکلات خوری، درسته؟ بله. همه طرح‌ها به همین خط میشه یا رو هر طرحی میشه میناکاری کرد؟ نه، رو هر طرحی میشه میناکاری کرد، فقط باید کار جوری باشه که تو کوره آب نشه. فقط رو فلز میشه انجام بدی، یعنی رو برنج، رو مس و رو کار چوبی و شیشه نمیشه مینا انجام داد. مینا رو سفال هم هست ولی فرق میکنه با مینای رو مس. درسته. معمولا چقدر طول میکشه تا به هنرجوهاتون یاد بدین و اونها بتونن به عنوان شغل بهش نگاه کنن؟ بستگی به استعداد خود شاگرد داره. یه شاگرد داریم که مثلا میاد یک ماه کار یاد میگیره، یه نیرو داریم که میاد مثلا این کار رو سه روزه یاد میگیره. همه چی بستگی به استعداد خودشون داره که بخوان زود یاد بگیرن. ما نهایت آموزشمون یک ماهه سعی میکنیم که نیروی کارمون رو خبره کنیم و کار رو بهشون یاد بدیم. بعد مینا با چه رنگ‌های انجام شه؟ همه رنگ‌های فیروزه‌ایه و سفید یا رنگ‌های دیگه هم؟ اصل رنگ مینا رنگ لاجورد و فیروزه است با رنگ سبز و قرمز و آبی که اینا ترکیب میشه باش. مثلا اصلی رنگ اصلیش همین چند تا رنگه که گفتم، اینا ترکیب میشه دیگه، سلیقه‌ایه که بعضیا رنگ قرمز میزنن، بعضیا رنگ رو رنگ سفید رنگ لاجورد میخوره، بعضیا همینجوری سفید کارو میدن. مثلا الان بعضی کارامون لاجورد خورده، بعضی کارامون سفیده. درسته. اگه کسی این کار رو یاد بگیره میتونه به عنوان یک فعالیتی که ازش درآمد در میاد نگاه بکنه؟ بله، این کار کاملا هم کاریه که هم میتونن تو منزل انجام بدن، هم کار پر درآمدیه. درآمدش دست خودشونه، هرچی فعالیت کنن و کار کنن همون اندازه هم میتونن به چشمه کار درآمدزا نگاه کنم. بله. بازار فروش به چه شکلیه؟ شما چجور محصولاتون به فروش میرسونه؟ بازار فروشش هم بستگی به مشتری داره که مثلا ما خودمون تولید میکنیم میبریم، پخش کننده عمده هستیم. بعد کسی هم که بیاد سفارش بده براش جداگونه در کنار کارامون سفارششو میگیریم و براشون میسازیم میبریم کوره فروش میرسونه. و کلن از کار میناکاری الان راضی هستین؟ رضایت دارین؟ بله. بس تو بازار کار اگه کار باشه، فروش باشه، کار خوب و پردرآمدی هست. درست. و چند نفر رو آموزش دادین تا الان؟ من تو دوره آموزش کلن بیش از 100 نفر 200 نفر رو آموزش دادم. خب شما یعنی 200 نفر رقیب برای خودت درست کردی؟ درست. درسته؟ رقیب نمیشه، یه جور همکار میشن برامون. میناکاری رقیب کاری نداره، کلن دست به دست هم میدن که کارو میسازن. اینجوری نیست که مثلا بگم من الان یه هنرجو دارم آموزش میدم میشه رقیب کاری من. رقیب کاری من نمیشه، میشه همکار کاری من. درسته. چه صحبت داری برای خانمایی که علاقه دارن به این هنر و حالا شاید امکاناتشو نداشته باشن، از راه‌های مجازی یا راه‌های دیگه میتونن کارو و حرفه رو یاد بگیرن یا نه؟ بله، کار ما کار هم انفرادیه هم دست جمعیه. کسی که مثلا محدودیت ساعتی نداره، محدودیتش دست خودشونه، ما اینو آزاد گذاشتیم که بتونن بیان. مثلا ساعتشون دست خودشونه که بخوان بیان این هنر رو یاد بگیرن که اذیت نشن که این کار رو یاد بگیرن.
با سلام به بینندگان همسفر، عباسی هستم از منظریه، کارم پته دوزی. پته دوزی رو کجا یاد گرفتین؟ شهرزا یکی از دوستان بلد بود، رفتم پیشش آموزش. خب چی شد که به پته دوزی علاقه من شدین؟ این همه هنر هست و شما پته دوزی رو انتخاب کردین؟ چون دوست داشتم، علاقه بهش داشتم، سرگرمیه، خیلی برای اعصاب خوبه. درسته. بعد به جز پته دوزی هنر دیگه هم بلدین؟ قالی بافی، گیلیم، جاجیم؟ قالی بافی بلدم. خب بافتنی بلدم. بافتنی با دست، هم با قلاب هم با میل. خیاطی بلدم. درسته. هنر پته دوزی میدونی مال کدوم یکی از شهرهای ایرانه؟ کرمان. کرمانه. خودتون کرمان تا الان رفتین؟ خیر. نرفتین ولی هنرشون رو یاد گرفتین. بله. الان من میبینم پشت سرتون مثلا سه تا پارچه هستش که به سه نقش مختلف داره پته دوزی میشه. از نقشه ها برامون میگین چند نقشه داره پته دوزی؟ نقشاش خیلی مختلفه. من خودم رفتم نقشاش رو انتخاب کرد. خب چه نقشه معمولا خیلی معروفه توی پته دوزی؟ اونو بیشتر این یکاد و این چیزا. آیات قرآنی. بله. الان اون چیزی که روبروتون پهنه چه نقشی هست؟ چند رنگ توش به کار رفته؟ این یه درخت، شاخ و برگ درخت. بله. نخ اصلیش، رنگ اصلی پته قرمز و سرمه‌ای و نارنجی و البته ما میگیم نارنجی، بعضی ها میگن زرد. بله. سبز، دو رقم سبز کم رنگ و پر رنگ. نخ اصلی پته این چند رنگ. درسته. به چند نفر یاد دادین پته دوزیو؟ به یه 5-6 نفر. 5-6 نفر. کیا بودن اون 5-6 نفر؟ به اول به دخترم تو خونه. خب. دوم به خواهرم. سوم به عروسم. چهارم به دوستم. چند تا دوستم یاد. درسته. و اینکه پته دوزی از نظر درآمد خوبه؟ بله خوبه، ولی خب اینجا زیاد کسی چون استقبال نمی‌کنه. بله. بعد شما پته‌هایی که می‌دوزین کجا به فروش می‌رسونین؟ بازار فروش دارین؟ نه زیاد. من همین تو خونه برا خودم دوختم و یه چند تا دوستامو براشون دوختم و اینا. درست. هنوز به فروش فکر نکردین؟ خیلی. درست. یه پته چقدر طول می‌کشه تا آماده بشه؟ مثلا تو همین حجمی که الان دست گرفتین و دارین کار می‌کنین؟ این حال و حوش اگه هر روز بشینم تون تون بدوزم یه 40 روز میشه. 40 روز طول میکشه. بله، آماده بشه. بله. این چی هست؟ قرار چی بشه که دارین آماده میکنی؟ این بهش میگن کوسن. یه پشتی چارگوش کوچیکه است که گوشه مبلا میذارن. گوشه مبل معمولا پته رو برای چی ها استفاده میکنن؟ رو میزی، رو هر چه دوست داشته باشید، قاب بگیری، تابلو. من خودم یه تابلو دوختم، تابلو این یکات، یه رنگ آبی، یه رنگ سفید. یه تابلو دوختم، یه گوشش درخت بوده، یه گوشش هم یه گنجش کوچیک رو اون درخت، شاخه درخت نشسته بود. درسته. و میبینم که هم برای جای دستمال کاغذی و کیف هم استفاده شده. بله. توضیح میدین چه جوریه اونا؟ جای دستمال کاغذیش که همین معمولا خودشو میدوزیم و بعد دستمال اینا میذاریم. کیفشام پتشو میدوزیم و بعداً دورشا چرم میدوزیم. یعنی چرم هم خودتون آماده میکنین؟ چرم رو دادم به اون مربی که رفتم پیشوش، دخترشون بلد بودن، چرماش ها که خودم ندوختم. درسته. یعنی کیف آماده رو نمیگیرین روش به دوزین پته رو؟ چرا، اون هم میشه، ولی خب اینا ما دیگه خودمون پتش رو دوختیم، بعد دورشا چرم زدیم چون مدلاش رو دوست داشتیم، هر یکش یه مدلی دوخت. درسته. چقدر طول میکشه تا یکی پته دوزی رو یاد بگیره؟ بستگی به استعداد خود، ذهن خودش داره. یه هفته که بیاد همه نمونه رو یاد میگیره. این توی هفته. ابزار کارا چیا هستن؟ یه سوزن و یه قیچی و نخ. به همین سادگی. و رنگایی که استفاده میکنی جنسش چیه؟ جنس نخش؟ نخ پشمی و نخ شیمیایی. دو نخ. پس از کانوا و اینه استفاده نمیشه؟ نه. بیشتر پشمی. اینکه ما در شهرهای مختلف کشور داریم اشاره می‌کنیم به صنایع دستی ارزشمند اون شهر
و یا به هر حال کارهایی که جزء آیین‌ها و سنت‌های قدیم هست، به خاطر اینه که بگیم هستن افرادی که همچنان این سنت‌ها رو زنده نگه داشتن و این اصالت رو در واقع میشه گفت ازش پاسداری میکنن. این خیلی مهمه در یک شهری یا شهرستانی ما بتونیم این صنایع دستی ارزشمند کشورمون رو زنده نگه داریم. حالا درسته بحث میناکاری و پتدوزی مربوط به استان اصفهان و استان کرمان هستش، ولی در شهر منظریه میبینیم که هستن کسانی که تو این زمینه هم فعالیت میکنن. و ولی متاسفانه من این توضیح رو بدم که گاهن جنس با کیفیتی همین جاها تو همین شهرهای کوچک تهیه میشه ولی به اسم شهرهای دیگه به فروش میرسه. چقدر خوبه هر چیزی رو که در هر شهری تهیه میکنیم به نام همون شهر برندسازی کنیم و به نام اون شهر به فروش برسونیم. این خیلی مسئله مهمیه. شهر منظری رو به هر حال باش آشنا شدیم طی دو قسمت و سعی کردیم بهتون معرفیش کنیم. اگه به سمت شیراز سفر میکنین در روزها و دوران سلامت حتما در 5 کیلومتری در واقع شهرزا استوپی ایست بکنین و در واقع بیاین توی شهر دوری بزنین و از فضاهایی که داره لذت ببرین و چند ساعتی میتونید به هر حال همون برج کبوتر، هم کارگاه شیرپزی و هم صنایع دستیشو به هر حال نزدیک تماشا کنین. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، پیگیر ما باشین، هم سفر نقطه تیوی، و اگه دعوتی دارین و انتقاد یا پیشنهادی از این طریق میتونید ما رو مطلع کنین. همراه و همسفر ما باشین تا دیدار دیگه. همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.